چونش کن مامان، جونه دلم، جونه مامان، یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو عزیزم، بگو عزیزم. یه دختره تو مدرسم یه میگفت یه فامیلی دارن که یه آقای گنده است، تو یه بار که تو خونه تنها بودن. نمیخوام دیگه چیزی بشنفم. چیزی هم که دختره بهت گفت باید فراموش کنی. فهمیدی؟ دیگه همون دختره حرف نمیزنی. از این موضوع هم با هیچ کس صحبت نمی کنی. خب؟ بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید در خدمت جناب دکتر فرهنگ هلاکویی هستم. خوش آمدید آقای دکتر. ممنونم، مرسی. حالتون گرفته شد؟ من میدونید هیچ با هم راجبش صحبت نکرده بودید. من اصلا نمی‌دونم موضوع چه هست و شاید تو راه که می آمدم فکر کردم میای ما اینجا یه گفتگوی شور و شوق و هیجان مربوط به عشق رو داریم، ولی خوشحالم که این واقعیت رو مطرح کردید. فرمودید که یک بار دیدید، من متاسفانه ده ها بار دوستانی که در سنین مختلف مورد تجاوز قرار گرفتن رو از نزدیک دیدم، ولی متاسفانه باید بگم طی 14 سال گذشته روی خط رادیو تلویزیون به جرئت میتونم بگم نزدیک به 100 بار دوستانی که مورد تجاوز قرار گرفتن در سنین مختلف رو داشتم با داستانهای بسیار غم‌انگیزی که هست و بعدم در کار روان درمانی و تراپی بودند. خب اون قصه دیگری است، ولی رو خط رادیو هم افراد آمدند و راجبش صحبت کردند. متاسفانه این یه واقعیتی است که همیشه بوده و همه جا هست، ولی فقط درصدهاش در برخی از جوامع به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و گرفتاری و نگاه جنسی ما که به انسان نگاه نمی کنیم، به نر و ماده نگاه می کنیم و در یه حدی با موضوعها برخورد می کنیم که مسئله انسانی و اخلاقی و احساسی و عاطفی نیست، یک هرس فیزیکی است که با خودش وقتی که با بیماری و نادانی و خودخواهی همراه میشه فاجعه خلق کرده و میکنه و متاسفانه در برخی از فرهنگ ها بسیار شایع هست و در نتیجه آسیب ها سخت و سنگین. من در همین تکه، چون این فیلم من ندیده بودم، ولی در همین تکه کوچک دیدم که کارگردان کارش رو خیلی خیلی خوب انجام داده، یعنی واقعا توانسته واقعیات رو و یه مقدار عواقب و پیامدهای اون رو در زمینهای مختلف نشون بده که حالا هر جور که شما دلتون خواست. من به عنوان یکی کنم. از سوالاتم در رابطه با عشق این است که یه همچین زایه‌ای وقتی در کودکی اتفاق میفته بر زندگی عاطفی و عشقی این انسان، چه زن چه مرد، چه تأثیراتی میگذاره و یه تفاوتی هست بین برخوردهای یک کودک پسر مورد تجاوز قرار گرفته با یک دختر مورد تجاوز قرار گرفته؟ تأثیر این اتفاق که کودک گاهی اوقات احساس گناه هم میکنه چون نمیتونه قضیه رو مطرح بکنه، و عواقبش چیه در زندگی عاطفی این افراد؟ جام فروزنده، من احتمالاً مشکلم تو این برنامه این خواهد بود که چیا رو نگم، یعنی به جرئت میتونم بگم به 100 مورد که 7-8 تاشو شما تو همین صحبت کوتاه اشاره فرمودید میشه نگاهی داشت. بگذارید فقط فهرستوار به موضوع توجه بکنیم، هر جام دلتون خواست شما منو قطع کنید تو بگذارید صحبت رو ادامه بدم. اولا تأثیر بد و منفی برمیگرده به تعداد، مدت، نوع برخورد و بعد نظامی که حاکم بر اون جامعه است که چند اندازه این موضوع رو به عنوان یه اتفاق نه آنچنان وحشتناک و در چه جوامعی تبدیلش بکنه بزرگترین فاجعه. این شماره یک. دوم، مطالعات نشون میده گرچه تعداد دختران بیش از دو برابره در مقام مقایسه با پسران که مورد تجاوز قرار میگیرن، در بسیاری از موارد آسیب پسرها سنگین تره.
و خطر گرفتاری و بیماری های روانی در اونها بیشتر. پس این رو همینجا داشته باشیم، یعنی تصور نکنیم که این فاجعه در مورد دختر آسیب بیشتری میزن. اما روزی که برسید به موضوع عشق، توجهتون رو به این موضوع جلب میکنم که طی شاید 300-400 سال گذشته و در برخی از جوامع هنوز اتفاق نیفتاده که ما در مقابل یه بدن فیزیکی، یه بدن روانی بریم، یه سایکولوژیکال بادی در مقابل فیزیکال بادی. در طول تاریخ ما با این بدن زندگی کردیم، چون موضوع اصلی و اساسی نیازهای فیزیکی و جسمانی بوده. وقتی شما نگاه میکنید به گفتگوهای فرهنگی یا آنچه که در متون کتابا میخونیم، موضوع اصلی و اساسی نیازهای فیزیکی و مادی است. خیلی اوج میگرفتن وارد نیاز امنیت و آرامش میشن، نیاز شماره دو که الان در مغز ما هم به نوعی کار گذاشته شده. اما بدن روانی وجود نداشته و به همین که چون سایکولوژیکال بادی وجود نداشته، مردم مسائل خاص روانی را اولا حس و احساس نمیکردن و نتیجتاً گرفتاری ها عواقبش نشدن. معنی دیگه اینه که من اینکه تمام عمرم گرسنگی کشیدم، من اینکه تمام عمرم از سرما لرزیدم، من اینکه خیلی امید و آرزویی برای فردا ندارم، حالا اگر اذیت و آزاری هم بشم و نگرانی سراغم بیاد اصلا حسش نمی کنم، مثل آدم بیهوش میمونم. اما تا یه 200-300 سال گذشته که یه ده از این جوامع و فرهنگ ها از یه مرحله گذشتن، یه بدن روانی پیدا شده. حرفی که میخوام بزنم اینه، این نوع تجاوز بدن روانی رو درش انفجاری اتفاق میفته که برخی از اوقات نابود میشه. و چون عشق مال بدن روانیه نه بدن فیزیکی، میتونم متاسفانه بگم حالا اگر معالجه بشن یا بتونن جبران کنن یه قصه است، ولی تا به حال از 10 نفر اینا 9 نفر هرگز نمیتونن اون ویژگی ها و شرایط عشق رو پیدا کنن. من یه فیلمی خیلی تحت تاثیر منو قرار داده مرتبط به موضوع، و اون فیلم قاتلین کیلرز مال ارنست همینگوی که بازیکنان فوق العاده خوبی داره، از جمله نقش سومی هم آقای ریگان داره، رئیس جمهور سابق امریکا. ماجرا کلیتش اینه که توصیه میکنم دوستان رو ببینم، یه دوتا مرد اجیر میشن که برن یه معلمی رو بکشن، معلمی که نابیناست تقریبا. اینا وقتی میرن معلمه رو بکشن مقاومتی نمیکنه و تقریبا شرایطی فراهم کنی که اونا راحت بکشنش. این دوتا به این فکر میفتن چطور ممکنه یه آدمی برای زندگیش نجنگه، به یه نتیجه میرسن این دوتا قاتل که این باید حتما قبلا از نظر روانی مرده باشه، و بنابراین میان دنبال میگیرن که این از کجا مرد و اونجا نشون میدن کی مرد، که امیدوارم دوستان برن فیلم رو ببینن یا کتاب رو بخونن، قاتلین اثر یکی از شاهکارهای ارنست همینگوی به نظر من. شما روزی که با همچین فاجعه ای روبرو میشید در کودکی، مخصوصا وقتی از یه حدی میگذره و شما هم برداشت و دریافت خاصی دارید، شما در حقیقت میمیرید، یعنی بدن روانی مرده است. یعنی دیگه شما به نظر من، خیلی متاسفم از بیان این مسئله، تا زمانی که یه بدن روانی دیگری درست نکنید ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری ندارید. علتش هم عرض میکنم چی؟ برای اینکه کل سیستم رو به هم میریزه. تو این صحبت ها هم اشارتی بود، یک بزرگترین صفت من و شما که در حقیقت به عنوان کورنر استون آف آور پرسونالیتی، یعنی سنگ بنای شخصیت من و شماست و از نظر علمی به یک اعتبار مهمترین صفت ماست، چیه؟ تراست یا اطمینانه. و روزی که شما یه همچه اتفاق میفته، شما تراست رو نابود میکنید. یعنی باور شما این است که جهان یک خارستانه، نه باور یه آدمی که اطمینان داره که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن. جهان یک خارستانه و در اینجا در این جهان خارستان هر جا پا بگذاری زخمی میشی و رنج میکشی، این اولین آسیب اینه. به خاطر این شما هیچ وقت نمیتونید امنیت رو که به خاطر از هم پاشیدگی شما هست رو پیدا کنید، به همین دلیل آرامش رو شما نمیتونید داشته باشید. بگذاریم به جنبه‌های کم اهمیت‌تر که امید و خوشبینی و مثبت بودن رو از شما می‌گیره، درمان اطمینان رو از شما می‌گیره، امنیت رو از شما می‌گیره، آرامش از شما می‌گیره. این وضعیت ضربه بعدی رو می‌زنه، دو چیز رو در شما به وجود میاره، یکی شک نسبت به همه چیز، مشکوکی. این همون چیزیه که شما تو مطلب خودتون اشاره فرمودید دوربرش رو نگاه می‌کرد، یعنی همیشه فکر می‌کنه یه خبری هست و یه خطری او رو تهدید می‌کنه. دوم شرم. علتش اینه که متاسفانه
چه پسر و چه دختری که مورد تجاوز قرار میگیرن، فرضشون برای نیست که اون مرد که غالبا هم مرد کثیفه معتقدن من کثیفم، چرا با من بد کرد، برای که من بدم، چرا با من به صورت گندیده ای عمل کرد، به خاطر که من گندیدم. و اشکال کار این است که با شرم و خجالت که وجود من، هستی من نوعی کثافته همراه میشه. این همون داستان نجس و طاهری است که میبینید. پشت سرش چه میاد؟ احساس گناه میاد. من چرا اینجا موندم؟ من چرا به همجاست که شما اگر برنامه های من رو که فرامونید میشنوید، هر وقت که من یک سر حرف میزنم میگم به هیچ وجه، به هیچ دلیل، تحت هیچ شرایطی اون بچه هیچ مسئولیتی نداره. حتی اگر بی خودی مونده تو اتاق، حتی اگر بی خودی قبول کرده بره یه جایی، چون غالبا ما خودمون رو مسئول می‌دونیم چرا رفتی، حتی روزی که فکر میکنه مثلا اون لباس رو پوشیده و به خاطر اینکه خوشگل شده مورد تجاوز گرفته، هیچ مسئولیتی به هیچ شکل و فرمی اون نداره. اما اشکال کار اینه که متاسفانه این احساس گناه اونجا میشینه. احساس گناه آخر کار تبدیل میشه با احساس حقارت. یعنی شما نه اطمینان دارید، نه امنیت دارید، نه آرامش دارید، با شک زندگی میکنید، با سوء ظن زندگی میکنید، از درون خودتون رو کثیف و فاسد و نجس میدونید، احساس گناه میکنید که مستوجب مستحق هر مجازاتی هستید، و آخر کار من از همه کمترم برای اینکه چون بد بودم با من بد کردن. مخصوصا یادتون باشه که تو ذهن کودک قسمت‌های مربوط به آلت تناسلی قسمت‌هایی هستن که متأسفانه مرتبط هست به مدفوع و ادرار، و بنابراین ایجاد یه چنین انتقال ذهنی خیلی عادی است. بعد همونطور که باز یه اشاراتی کمی بود، من متأسفانه فیلمو ندیدم، اگرم بخوان ابراز کنن که از 10 تا دختر یکیشون هم ابراز نمیکنه، حتی شاید تو 50 تا یکی میره بگه، یا همینقدر که شروع کرد خودش متوقف میشه، یا احتمالاً دیگرانی که نمیخوان بدونن، چون غالب اوقات این آدما براشون یه نقشی دارن و یه چیزایی از هم پاشیده میشه، این همین جمله هیس ساکتش میکنن، این سیستم میمونه. خوشبختانه برخی از اینا توانایی بستنشو دارن، به طوری که کاملا فراموش میکنن. البته در رؤیاهاشون یا درستتر یا درست در کابوسهاشون خودشو نشون میده، اما تأثیر بد و منفیشو تو جنبه های پنهان و ناآگاهشون میگذاره. ولی اونایی که به ذهن میارن در عمل در ظاهر اون رو دارن. به همین جاست که من همیشه حوادثی از این قبیل گفتم انفجار یه بمبه، حالا یه زمانی فاصله داره با توجه به نوع شدتش، اینکه چه اتفاقی افتاده که فقط در و پنجراتون رو خورد میکنه، یه زمانی است یه تیکایی از بدنتون رو قطع میکنه، یه زمانی است که شما رو برای همیشه از هم میپاشه، ولی بدن روانی از هم پاشیده میشه. برای که موضوع اصلی و اساسی در کودک چیه؟ اطمینانه. و اون اطمینان وقتی به هم میرسه دیگه هیچی وجود نره. اصلا عرض کردم سنگ بنای شخصیت انسان اطمینانه. شما من بگید نظرتون راجع به این موضوع درباره خودتون و دیگران و جهان و جهانیان چیه؟ من مقدار زیادی میتونم 30% شما رو فهمیده باشم. بنابراین اونه که بیش از همه به هم میرزه، و مخصوصا وقتی که این آدم ها یه جایگاهی دارن. من دختر خانم روی خط آمد گفت که من وقتی داییم از شهرستان می آمد، چون میگفت خیلی تو رو دوست دارم، من تو اتاقی بودم، با من ور می آمد. گفت بار دوم که آمد من آنچنان تبی کردم و التماس می کردم که من میام تو اتاق پدر مادرم بخوابن. اونا هم گفتن دایی به خاطر تو اومده و باز رو فرستادن تو اتاق من. به همین جهت است که این افراد دو تا خطر رو داره در خصوص خانم ها عرض میکنه. یکی این که تبدیل میشن با یک کسی که نه تنها میخوان با همه هم خوابه بشن، میخوان زندگی همه رو خراب کنن. خانمی روی خط تلویزیون آمد، شاید حتی تلویزیون اندیشه بود، و گفت که من وقتی میرم تو یه جایی که مهمونیه و یه زن و شوهری رو خوب و نزدیک به هم میبینم، میرم با آقا دوست میشم، اطلاعات رو میگیرم، به خانمش گذاشتم، زندگیشون رو به هم میزنم. یعنی من تبدیل میشم به یه بمب در حال حرکت. و درست یه عده‌شون از رابطه جنسی متنفرن و اون کسی که بهشون تمایلی داشته باشه رو میخوان به شدیدترین صورت ممکن تنبیه کنن. ما 15 تا علامت رو که وارد بحثش نمیخوام بشم برای
دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتن به صورت اصطلاح عمومی و جهانی یونیورسال میشناسیم و اینا نشون دهنده اینه که نه اونقدرها مسائل فرهنگی مطرحه نه خانوادگی، بلکه برمیگرده به نوع ارتباط و سن، چون در سنین مختلف بچه‌ها برداشت‌های متفاوتی میکنن و به همین دلیله که آنچه که شما به نمایش گذاشتید و هر کسی رو به هم میریزه، یعنی اینا از اون مواردی نیست که به هم نریز آدم ها رو. چرا؟ برای که من و شما در هر سن و سالی که هستیم کودک 4 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 13 ساله یا 1 ساله هم هستیم، یه جوری با اینا خودمون رو آیدنتیفای میکنیم و متاسفانه آمارا نشون میده یه درصد بالایی از این روابط وجود داره، مثلا در جوامعی که محرومیت ها و محدودیت های جنسی وجود داره. در اینجا دو تا اتفاق میفته، یکی بار این کار سنگینتر و گناهش به اصطلاح کبیره تره، و دوم مسئله‌ای که وجود داره تو این جوامع انحرافات و بعداً نداشتن رابطه جنسی آدم ها رو دست به مانورا و کارهای عجیب و غریب و بیماری ها میاندازه. بنابراین جوامعی که بازن از در رابطه جنسی یه نوع از این مسائل دارن با یک نوع عواقبی و جوامع بسته نوع سنگین تری دارن و شما بسیاری از اوقات این افراد رو توی بیمارستان ها یا تیمارستان های میبینید یا دست به خودکشی میزنن، برای اینکه برخی از اوقات اون بدن روانی مرده دیگه ارزش زیستن نداره، برای که این از بدن روانی دیگران خبر میگیره و خودشون رو نداره. بنابراین فاجعه عمیق و سنگینه و به همین جهته که عرض من اینه، خیلی به بچه‌ها قرار نیست راجع به این موضوع حرفی بزنیم چون خیلی کمکی نمی‌کنه. وظیفه پدر و مادره که برخی از وقت یک دقیقه هم بچه‌ها رو در شرایطی که ممکنه در خطر باشن قرار ندن، و هرگز هم، چون ما سر سه تا چیز بدبختی داریم، کمترینش پوله، دومیش مذهب، سومیش سکسه. هر آدم سنگین متین موقر فهمیده‌ای همچنان گیر مذهب و سکس هست، و بنابراین فکر نکنیم این دایی جان یا عمو جان نه مطمئنه نیست. در خصوص خانمام همینه، من بسیار بیمارانی داشتم که اینا، حتی یکیشون که شاید یه دفعه هم خدمتون عرض کردم، کسی بود که وقتی که پدر مادر بیرون میرفتن کلفت 40-50 سالش این بچه رو که از 6 سالگی تا 9 سالگی هم ادامه پیدا کرده بود اوریان میکرد، یه حوله رو صورتش نداخت پسر بچه رو و باش تمام مدت 2-3 ساعت برمیرم، و وقتی که من این رو دیدم تمام بود کارش. و جالب این بود که هرگز نمیتونست وقتی حمام میره حتی خودش رو خوش کنه، بعد از این مدتی پارچه به خودش مالید، به دلیل اون شرطی شدن توان اینه که با حوله نزدیک بشه نداشت، حتی حوله. یعنی میخوام به شما بگم حوادثی از این قبیل عمیق و سنگینه. یه جمله ای رو که همیشه ازش استفاده میکنم جز بید یادآور میشم، اینا وقتی تو وجود من و شما میشینه میشه دورش انداخت. درست پس که من خدمتتون عرض کنم برای یکی دو دقیقه شما فارسی بلد نباشی، شما میتونید فارسی حرف بزنید، نمیتونید بلد نباشی. چرا؟ برای که تو وجودتون نشسته، شما نمیتونید رانندگی رو فراموش کنید. و بدبختانه این حوادث میمونند و اینا انفجارند. و همونطور که انفجاری اتفاق میفته دست من قطع میکنه تا آخر عمر دست ندارم، حوادثی از این قبیل هم وقتی اتفاق میفته بس تو اینکه یه انگشت رو قطع کردی با یه دست رو یا نصف بدن رو، شما تمام عمر باید با اون کمبود زندگی کنید. اون چه که از حرفای جناب علی میفهمم این است که یه همچین حادثه دردناکی در دوران کودکی سبب میشه که قابلیت عشق ورزی و عشق رو شناختن که زان لازمش داشتن اطمینان، تراست، همه اینا با عشق میاد، نیست اینطور؟ بله، همه اینا از بین میره. اصلا شما چجوری میتونید بسازیدش؟ مثل اینکه من و شما الان بگیم بیاد تصمیم بگیریم یه شعر ژاپنی بگیم، با کدوم مایه، با کدام آگاهی بدنده؟ ممکن نیست. نمیخوام، چون میترسم این حرفو بزنم. نه بزنید، چرا میترسید؟ نه اینکه برگردم بگم غیر ممکنه، میخوام بگم خیلی خیلی مشکلی، چون من فراوون دیدم. بعدم حتی نگاه کنید به موارد خفیفش، حتی نگاه کنید به مواردی که کسی شاهد رابطه جنسی کسی بوده، نگاه کنید به بچه‌هایی که شاهد رابطه جنسی پدر مادرشون بوده،
حتی مواردی از این قبیل که به خودش تاثیر سو میکنه. بسیار بسیار. من اینقدر آدم داشتم که بعد از اونی که مثلا رابطه جنسی پدر مادرشون در 8 سالگی 10 سالگی دیدن، مسیر زندگیشون به هم ریخته و عوض شده. چون اینا حوادثی است که مثل یه لحظه غفلت تو رانندگی، یه لحظه غفلت ای که پشتش کشتن و کشته شدنه. خب اگر وقتی حادثه اتفاق میفته اینقدر مشکله و تا اون حدی که فرمودید به نظر حتی غیر ممکن میرسه، برای جلوگیری از وقوعش یا احتمال وقوعش پایین آوردن میشه یه کارایی کرد؟ حتما، ولی مواظبت جناب فروزنده. یعنی بعدش یعنی پدر و مادر نقش بعدی خیلی کمه جناب فروزنده. درست مثل که فرض کنید در یه انفجاری من و شما دست اون از دست بدیم، پیشرفت علم هنوز برای من و شما دست درست نخواهد کرد. ولی دکتر وقتی این تهاجم از طرف پدر یا مادر انجام میشه، یعنی حتی اونایی که پایه‌های تراست کودک رو در این عالم هستی به وجود میارن، معلومه خیلی بد داره. به همجاست که شما نگاه کنید، به عرض کردم 15 تا علامت رو ما به عنوان مشخصه های دختری که مورد تجاوز پدر قرار گرفته داریم. داستاناش هم عجیبه، یعنی انواعش هم عجیب و غریبه. بیشترین ضربه است. کاملا حرفتون درسته. موضوع اصلی شکست شدن اون اطمینانه. موضوع اصلی شکست شدن اون بدن روانی است که اصلا به نظر من استخونش، حتی پوستش که روشه، اطمینان و تراسته. اون وقتی از بین میره دیگه شما به کی اطمینان کنید؟ روزی که من به مادرم یا پدرم، که در رابطه مادر و فرزند خیلی خیلی کمه ها، یعنی نادرترین نوع تجاوز جنسی رابطه مادر با پسر، عکسش در خصوص پدر در جوامع برخی از اوقات تا 10 برابر و 100 برابره. یعنی اون تنها رابطه‌ای است که شما خیلی خیلی کمتر می‌بینید، گرچه گرایش از سمت پسر بچه بین 4 تا 6 سال که است. ولی ببینید این آسیبا وقتی است که دختر بچه و پسر بچه بین 6 تا 12 سالی وارد مرحله کمون لیتنسی و خاموشی نشدن و سکشوالی هنوز ذهنن فعالن. جمله رو باز تکرار میکنم، به هیچ وجه تقصیر ندارم. اون موقع است که به دلیل کنجکاوی، به دلیل بازیگوشی، به دلیل سر به سر گذاشتن، به دلیل درست مثل قلقلکی که دیدید، خیلی کار قشنگی درستی کرده بودن. یعنی موضوع اینقدر است که دخترک فکر کنه که مثلا این کسی که عزیزشه داره قلقلکش میکنه، یه دفعه متوجه میشه که صورتش رو میتونست ببینه، چون من فیلمو ندیده بودم، که موضوع اصلا چیز دیگری است. یعنی درست مثل ایمونه که شما به کسی بگید بیا مثلا برات یه غذا درست کنم، بذار این گوشت رو برات درست کنم، بعد چاقو رو تو سینش بکنید. یعنی شما یه مرتبه مات و مبهوت بمونید که چه شد. این تغییرات درجه ای نیستن که آدم از 3 بره به 4، از 4 بره، یعنی حتی 0 و بی نهایت هم نیستن، حتی اصلا کمی نیستن. یعنی شما با این ترتیب که میفرمایید دارید این رو میگید که مراقبت از کودک و طفل بر همه چیز در زندگی خانوادگی بدون تردید ارجحیت داره، هم برای پدر و هم برای مادر، و تا اونجایی که میشه بچه از جلوی چشم پدر و مادر دور نباید باشه. به همجاست که از بچه ها نمیخواد انتظار داشته. ببین من سخت با اینکه حتی به بچه ها بگیم بچه دزد وجود داره مخالفم. در بیش از 90% موارد آسیبش خیلی سنگین تر از فایده ایست که داره. تنها حرفی که توی جوامع یه ذره به هم ریخته است اینه که اگر دیدی کسی بخواد اذیتت کنه جیغ بزن و بدو. تازه همین هم جای گفتگو داره. ولی حرف من این است که شما کجا هستی؟ شما پشت فرمون میتونید یکی 2 دقیقه چشمتون رو ببندید؟ به نظر من هیچ پدر مادری هم نمیتونن حتی 2 دقیقه چشمشون رو ببندن. و موضوع مهم اینه که تو این گونه موارد عرض کردم ابدا نمیشه به سن آدم نگاه کرد، به دانش اون آدم نگاه کرد، به مقام اون آدم نگاه کرد. هیچ ارتباطی بین اینا نیست جان فروزنده. ما گرفتاریم سر مذهب و سر مسائل جنسی. اینجا بدبختی انسانه. انسان یه دفعه اینجا دیوونه میشه. یعنی شما میبینید یه آدم معقوله، امیدوارم کسی باز اذیت نشه، درست پسیمونه که یه آدمی رو با فکرش، با عقیدش، با هنرش، با علمش، با تواناییهاش، با خدمتش، با محبتش، شما باید با مدفوعش مرتبط کنید. گرفتاری ما حرف قشنگیست که نیچه میزنه. ممکنه مانند درخت ما سر بر آسمانها داشته باشیم، همون ریشمون تو کثافت زمینه. و به این دلیله که مسئله بچه ها رو
اصلا نمیشه نادیده گرفت، نه پسر و نه دختر. درست رانندگی است، بنده عرضم این است که مسئولیت فقط با شماست، اصلا با بچه نیست. هرگز من نمیتونم بچه‌ام بگم چرا از در خونه رفتی بیرون. من باید دری درست کنم. من بچه‌ام که کوچیک بودن قلاب در یه جایی بود که امکان نداشت دستشون بهش برسه، ولی بچه از سر کنجکاوی و آزاری در باز کنه میره بیرون. برای این مسئولیت با منه، مسئولیت با هیچ کسی، و اونم با زیرکی زرنگی، نه اینکه به بچه بگیم، برای که گفتنش به بچه بیشتر اطمینان رو به تدریج از جای دیگه خراب میکنه. یعنی نه به عمو باید اطمینان کرد، نه به دایی باید اطمینان کرد، نه باید کرد، نه به دوست باید، نه به راننده آدم، نه به مستخدم آدم. نه، همینطور که شما ای بسا اگر یه دختر 20 ساله 25 ساله داشته باشید، اوریان دست هیچ کس نمیدید. مهم نیست دایی و عموه. یعنی عرض من اینه که اصلا تو این گونه موارد، ببینید جام به فروزنه، من خدمت رو از کنم که این چایی که شما دارید سرده، میخوای چای گرم براتون بیارم، خب شما میگه نه همینو میخورم. ولی اگر من به شما گفتم جام فروزنه این دوتا لیوان، یکیش چای یکیش سمه، شما میگید حالا میخوریم، حالا شاید چایی بود. ریسک سر این چیزا نمیشه کرد. و به همجاست که به نظر من پدر و مادر یه اصولی رو با تو این زمینه ها رعایت کنن، برای که خاطرشون آسوده باشه که اتفاق نمیفته. این اتفاق وقتی بین دو تا بچه 4 ساله 5 ساله است، جای 1000 این نگرانی رم نداره ابدا. یعنی وقتی بین دو تا ماینور یا همچین اتفاق، ماینور هست هم 3 ساله، توی امریکا فاصله 4 سال همیشه مطرحه، ولی اونم وقتی که کسی توانایی تشخیص جنسی رو داره. حتی بچه 4 ساله و 8 ساله برخی از وقت گرچه خوب نیست ولی بازیه، میدونید، بین خواهر برادرها یا بین دوست برادر هم میتونه اتفاق بیفته. این ماجراش خیلی فرق میکنه با ماجرای تجاوزی که یه آدم بالغ در ارتباط با یه بچه داره، و متاسفانه چون یه درصد بالایی از آدمای بالغ سر این موضوع بیمار گرفتارن، همیشه این خطر ها هست. من به جرئت میتونم بگم مورداش تو خط رادیو تلویزیون اگر بیش از 100 نباشه نزدیک اونه. تو این مدت با این 22 هزار نفری که صحبت کردم، تازه اونم یادتون باشه در فرهنگ ما این ماجرا ماجرایی نیست که آدم‌ها بتونن راجبش حرف بزنن. به جرئت میتونم میگم ظرف 5 ماه گذشته که رادیو همراه بوده، حتما 10 تا مورد رو داشتم، یعنی حداقل ماهی 2 تا. و این نشون دهنده یه مقدار شیوعشه و خطراتشه و آسیبایی که به دنبالشه. فرمودید که اثر این تجاوز روی پسرها خیلی خطرناکتره و بیشتره، ممکنه توضیح بیشتر بدید؟ اولا خب نتیجه رو میبینیم ولی علتش خیلی روشنه. ببینید دختر بچه از حدود 3 سالگی مثلا با توجه به رفتار، حتی در یه جامعه مانند ایران که مثلا خانم‌ها با حجاب، حالا ممکنه دختر نش باشه داشته باشن، یه جوری متوجه میشه که مردا دنبالشن و احتمالاً یک شیء جنسیه و میتونه دیر یا زود مورد تجاوز قرار بگیره. بعدن وقتی یه ذره بزرگتر میشه به آلت تناسلی زن و مرد نگاه میکنه، متوجه میشه او یه چیزی داره این نداره، و بنابراین این ارتباط بین داشته او و نداشته اینه. این همون چیزیه که مسائل خاصی رو مطرح میکنه. پسر بچه اینجوری فکر نمیکنه. پسر بچه فکر میکنه که او به خاطر پسر بودنش جایی برای نگرانی نداره، و بنابراین وقتی مورد آزار قرار میگیره براش سنگین تره. عرض کردم باز به سن و نوع ارتباط و اینا مرتبطه. اون در حقیقت یک کسی است که قرار در این زمینه خطری متوجه او نباشه، و حالا که هست به همش میرزه و اون باره. و ضمناً پسرها چون تو این زمینه حرفای بیشتری میزنن، این احساس که من مورد آزار و آسیب قرار گرفتم براشون سنگین تره، در حالی که دخترها یه جوری خیلی دیر یا زود در هر جامعه‌ای که هستن، امریکا یه جور، سوئد یه جور، ژاپن یه جور، ایران یه جور دیگه، خیلی زود متوجه میشن که یه تمایلی کششی از جانب مردان نسبت به اوناست. خیلی فرق میکنه مردی که دنبال زن میره یه زنی احساس کنه مورد تجاوز قرار گرفته، تا یه مردی که بکنه باید دنبال زن بره ببینه یه مرد دیگه بهش تجاوز میکنه. البته اگر ماجراش زن باشه خیلی خیلی موضوعش فرق میکنه، اونم فقط در شرط خواهد. ولی میبینه تو امریکا چون نمیخوان تفاوت و تفکیک قائل بشن، به همون اندازه به رابطه یه مثلا مرد با یه پسر و دختر توجه میکنن که رابطه یه زن با حتی پسر یا دختر. برای که اینا حریمایی است که به همونطور که در جامعه ایران امریکا گفته میشه به عنوان پرایوت و جنبه خصوصی آدم هست، و این قرار همیشه پرایوت بمونه.
شاید بیشترین و مسئله‌ای که برای آدم‌های مورد تجاوز قرار گرفته، کودکان مورد تجاوز قرار گرفته پیش میاد این است که اینها اون میوه زیبا، اون به حال اون مرحله زیبای تجربه عشق رو نمیتونن داشته باشن. بیش از اون جامعه حتی محبت و دوستی و صمیمیت و اینا رو هم زیر سوال میره. حتی نوع کامیونیکیشن های اینا، نوع کامیونیکیشنشون غالبا در مرحله اول پلیکیتینگ، یعنی من مهم نیستم، ارزش دارم، بعدن سرزنش، بلیمینگ. و به همین جاست که اینجور آدم ها در حالی که مظلوم مظلومن، ظالم ظالمم هستن. شما میدونید این دوگانگی خیلی عادیه. منی که پدرم سخت کتکم زده، به راحتی کتک میزنم، اما خیلی راحتم یک محیط کار یا یه حکومت کتک زننده رو میپذیرم. علت این که در این کشورهای پیشرفته شما این رو ندارید به خاطر اینکه چون رنج نکشیدن و کتک نخوردن زیر بار کتک هم نمیرن. شما روزی که یه دختری هستید یا پسری هستید که از پدرم درتون کتک خوردید، خیلی طبیعی است که هم بچه هاتون رو میزنید هم از همسرتون کتک میخورید. خب اگر قرار باشد که ما، چون شما گفتید که عشق تاج سر عقله و این همه حرمت گذاشتید برای عشق، از شأنش رو بالا بردید، سخته برام این سوال مطرح کردن. این افراد رو آدم باید مثل یک، چجوری میتونه تشخیص بده که در رابطه خودش بتونه حد و نگه داره، عاشقشون نشه، به باشون؟ خب عاشقشون میتونه بشه، درست مثل این که من شما بریم سراغ یه ژاپنی شروع کنم برش فارسی حرف زدم، خیلی زود متوجه میشیم نمیفهمه، جوابم نمیده. یعنی در رابطه کاملا روشن میشه؟ کاملا. یعنی من بسیاری از اوقات دوستانی دارم که علاقه به کسی داشتن ولی اون فرد اصلا نه ظرفیت عشق پذیری داشته نه ابراز عشق داشته. به همین جهت است که یه هنری است آموختنی، یه چیزی است که من و شما با توانش داشته باشیم و از اون گذشته یه دادوسه. ببینید ماجرای عشق ماجرای بازی تنیسه، دو طرف باید تقریبا در یه سطح باشن تا بتونه بازی ادامه پیدا کنه. ولی اگر یه کسی توپ بزنه بقیه دومی جوان از بین میره. به همین جاست که گفته میشه عشق یه طرفه به یک سال نمیکشه، چون پس نمیگیره، چون جنریت نمیکنه، تولید نمیکنه، خاموش میشه. بله. به همین جاست که عشق فقط به بی‌تفاوتی تبدیل میشه، به تنفر که تبدیل نمیشه، برای که ماهیتا یه چیز دیگری است. عشق بی‌عشقیه، در حالی که ماجرای تنفر قصه دیگری است که از یه جای دیگه میاد. اصلا نوعش، اون هستش و درختش چیز دیگری است، اصلا یه جور دیگه کاشته میشه. به همین جهت است که به بی‌تفاوتی تبدیل شه. من اینقدر آدمایی داشتم که عاشق کسی بودن ولی چون از اون چیزی که عشق نگرفتن به تدریج اونا هم از عشق بیرون اومدن، تبدیل شده به یه رابطه عادی و معمولی. این همون چیزی است که برخی از آدما میگن با عشق ازدواج کردیم ولی تموم شد. حالا برخی از اون دو طرف است، برخی از واقعا یه طرف است. چون اگر شما کسی رو دوست داشته باشید به شما جواب نده، شما حتما خاموش بشید، چون این در اثر یک طرفه بودن به هیچ جا نمیرسه. به همین جاست که وقتی یه طرف است حتما عشق نیست، یه مدت طولانی است. آدمایی هستن که 5 سال 10 سال کسی رو میخوان، هوس هست، تمایل جنسی هست، خودخواهی هست، احساس مالکیت هست، میل به فتح یه آدمی هست، خیلی ها به دلایل مختلف نیست، حتما نیست. برای که درست پس این است که هستاری ممکنه خیلی کارا بکنید، یا من مثل خود شما جراح نیستیم، همینقدر که به مار بردن تو اتاق عمل تکلیف کار روشن میشه که ما این کاره نیستیم، ما میایم بیرون دیگه. اگرم اینقدر خودخواه باشیم که دست به اون عمل جراحی بزنیم، بیمار رو میکشیم، چون هیچی نمیدونیم. اصلا این سوال درستی بود من مطرح کردم در رابطه با عشق؟ نه. من جا خوردم. من فقط چون موضوع اولا بسیار بسیار مهمه، دوم از شما همیشه انتظار یه چیز غیرعادی رو دارم، تعجب نکردم. همونطورم که از کم خدمتون، حالا نخواستم اول بگم چون بد جوری منو اذیت کرد، من تو راه خوشحال بودم که میام میشیم راجب عشق صحبت میکنیم و به قول معروف روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. شما رفتید از جایی که عمق تنفر و تجاوز و مرگ و نابودی روانی بود. خب میخوام بفهمم. نه اصلا نگم چرا اشکال داره. من مطمئنم بینندگان خوب عزیز از شما سپاسگزارن که با
با هم اونجا رفتیم، اونو اصلا تردید ندارم، ولی میخوام بگم که تفاوتش مسئله نور و تاریکیه، مرگ و زندگیه. بفرمایید، خواهش میکنم. با درود به آقای دکتر هلگویی و آقای فروزنده. آقای دکتر، میخواستم سوالی بکنم در رابطه با اینکه شما گفتین که ما باید بچه های خودمون رو آگاه بکنیم و یه مقدار اطمینان نکنیم به حتی نزدیکان خودشون. من متاسفانه یه دختر 13 ساله دارم که از هیچ چیز نمیترسه. هر چقدر هم باهاش صحبت میکنم در زمینه اینکه خب تو خونه دوستت که میری چه اتفاقاتی امکان داره برات بیفته، هیچ احساس خطری بهش دست نمیده. اینا حتی ممنوعش میکنم، یه جور احساس ناراحتی میکنم خودم، ولی آزادم که میذارم نگرانی دارم همینجور. مرتبم باهاش صحبت میکنم، نمیدونم چجوری باید این رو بهش بفهمونم که حتی به پدر دوست خودش نمیتونه اطمینان بده. سپاسگزارم خانم، سوالتون رو فهمید. ببینید سرکار خانم، اولا مطلبی که جان فروزنده مطرح کردن، منم در خدمتتون مطالبی عرض کردم، مربوط به دوران کودکی است. وقتی دختر یا پسری مثلا اگر زمینای بلوغ درش خودشو نشون میده، ماجرا کاملا متفاوته. یعنی البته نمیخوام بگم تجاوز به عنف و یا نوعی با تحمیل رابطه ای رو، اونم به صورت بدش و آزاردهنده یا مجروح کنندهش رو نمیخوام بگم، اون موقع اصلا خطرش حتی 1/10 هم نیست. یعنی اگر من یه پسر و دختر 6 ساله 7 ساله 8 ساله داشته باشم، اونجاست که خطرش هست. ولی یه دختر 13 یا 14 یا 15 ساله، ماجرا عدم رضایتش اصلا قابل مقایسه نیست. دوم یه اشاره فرمودید، چون من نگفتم، ناچار تصحیح میکنم، من نگفتم بچه ها رو آگاه کنیم، من اتفاقا با آگاهی موافق نیستم، چون آگاهی وحشت به وجود میاره، ما باید مواظب باشیم. اما تو سنهای بالا من یه نگرانی دارم که شما نگرانید، دختر شما میدونه اون حدودی که باید رعایت کنه، احتمال اتفاق هست برای همه هست، ولی نه اون اندازه‌ای که شما نگرانش هستید. من بانوی ارجمندی خاطرم از روی خط آمدن، اتفاقا بد نیست، گفتم من آیا دختر 12 سالم رو بشونم و هرچی درباره مسائل جنسی هست باش در میون می‌ذارم؟ گفتم لطفا این کارو بکنید، ولی هر سوالی دارید ازش بپرسید. یعنی خیلی دخترتون رو که با شما لج می‌کنه دست کم نگیرید، ای بسا اگر بنشونیدش، این کارو بکنید، بهش بگید دخترم من به تو $500 میدم اگر تو امریکا هستید، لطفا منو نصیحت کن چه کارایی بکنم چه کارایی نکنم، قول به شما میدم دو برابر اون چیزی که شما میدونید و به او گفتید به شما توصیه ها داره. خودتون رو نگران نکنید. اینکه بچه ها ممکنه یک خودشون رو به خطر بیاندازن احتمالش هست، ولی اونقدر مسئله من نیست. دوم اینکه نتونن از خودشون مواظبت و مراقبت کنن همچنان به اون صورت که شما فکر میکنید نیست، اینه اونو تعمیم به اونجا ندید. این آسیب مال کودکیست، این آسیب مال انفجار کودکیست. بلا شما نگاه کنید فقط به کشور خودمون، ای بس های 10-15% دختران ما حدود 12-13 سالگی دارن ازدواج میکنن. بنابراین ماجرا اونقدرها برای دخترهای بزرگ سال مطرح نیست که جای نگرانی داشت. بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام، خسته نباشید جناب آقای دکتر راکوی. در برنامه قبلی شما گفتید که عشق یک پدیده جدیده. حالا میخوام ببینم آیا این عشق امروزی این روزا با اون عشقهای قدیم همسن سالهای ما چه فرقی داره، و آیا این عشقهایی که در کتابها در رمان راجبش صحبت شده و به فیلم هم کشیده شده چقدر با واقعیت نزدیکه، و این که میگن ای عشق همه بهانه است دوست، آیا واقعا تمام بهانه های زندگی عشقه؟ اگر در یک جامعه عشق رو شما خودتون با تجربه سالهای گذشته و این صحبتی با مردم کردید، چه جمعه داره عشق دارید؟ خیلی ممنون. بله، اولا خوشحال هستم مسئله مطرح فرمودید. من فقط فهرستوار چونم توی جان فروزنده گفتن میخوام به همه پاسخ بدم. من برخی از مطالب تو برنامه گذشته با جناب فروزنده داشتم. یک، عشق واقعا بهانه هست. بهانه و بازی با دلیل و علتی کمی فرق داره. برام این عشق همه بهانه است توس اتفاقا درسته. در خصوص اینکه بنده عرض کردم عشق در گذشته نبوده، من یه تفکیکی رو قائل شدم که خدا یا طبیعت در وجود من و شما یک کپسولی گذاشته که به نظر میرسه حداقل 3 دفعه آدم ها در مدت عمرشون برای مدتی که معمولا زیر 1 ساله و بعدم کمتر میشه عاشق میشن. پس اون عشقی که به عشق دوپامینی معروفه، یعنی یه ترشح غده‌ای هست یا هورمونی هست، اون رو میشناسیم، تو آدم ها پیدا میشه.
اما اون عشقی که پایدار هست باید آموخته بشه. همونطور که جان فروزنده در آغاز اشاره کردم در برنامه بعدی باشه، این عشق ویژگی‌هایی داره که به گذشته ها مرتبط نیست. مطلب دیگه این که فرمول عشق‌های گذشته نمیخوام حکم کنم، ولی از 10 تا 9 تاش اصلا بیماریه، یا بیمارن که اون گونه عاشق شدن، یا عشق بیمارگونه است. چون ما یه تفاوتی بین عشق بیمارگونه و آدم بیماری که عاشق میشه داریم، انواعش هم میشناسیم. و بالاخره مرد آخر، بنده عشق رو تعریف کردم، هیچ چیز عجیب و غریب نیست. عشق یه احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، که نتیجه شناخت و آگاهیه که ما رو به جایی میرسونه که خوشبختی و بندازه خوشبختی خودمون، راحتی و بندازه راحتی خودمون، سلامت و بندازه سلامت خودمون اهمیت پیدا میکنه و میاد در مغز ما جا میگیره و بعد از خود ما همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه اوست. چیز عجیب و غریب نیست. بنابراین اگر شما کسی رو خیلی خوب بشناسید، یعنی یه زنی یا یه مردی رو، و به اون احساس ویژه‌ای برسید که اسپشیال، اکسپشنال و یونیک، یعنی ویژه است، استثنایی است و منحصر به فرده، حالی که با هیچ چیز دیگه شبیه مانند نیست، نه رابطه دو تا برادره، نه رابطه مادر و فرزنده یا پدر و فرزنده، یه چیز مخصوص به خودشه، اسپشیال، اکسپشنال و یونیک و همیشه هم یک که خواهد، جا برای دو نفر اصلا نداره. اون مفهوم عشق است که من میشناسم و من توی سی‌دی و دیویدی که در این زاره هست توضیح رو دادم. بنابراین درست مثل که عرض کردم خدمت جان فروزندم، اون چیزی که اسمش جراحی مغزه و یا جابجا کردن قلبه پدیده تازه است، این پزشکی با پزشکی 500 سال یا 5000 سال قبل متفاوته. بنابراین حرفی که بیان فرمودید درسته، من عشق رو یه پدیده تازه میدونم، همونطوری که بعداً خواهیم رسید احتمالاً ازدواج هم یه پدیده تازه است که مربوط به دو تا آدم بالغ عاشقه، تا گذشته نابالغ و غیر عاشق. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما هر دو عزیز. من دوست دارم صحبت خودم که خیلی کوتاه است اینجوری شروع کنم، بگم آی دکتر فرهنگ هالاکویی، من خیلی شما رو دوست دارم. دوم اصلا خیلی دوستون دارم آقای فروزنده رو که این مسئله بسیار مهم رو پیش کشیدم. امیدوارم که آقای فرهنگ اگر موردی نداشته باشه هفته دیگه هم در رابطه با مسئله بسیار مهم تجاوز برای کودکان صحبت بفرمایید. و سوال آخرم اینه که آقای دکتر، شما میگید که آگاهی ندید به بچه ها و آگاهی مخالفید، و یا اینکه توی صحبتاتون فرمودید که بچه ها رو باید نترسونید، یعنی نگید که بچه دو تر 90% گفتید من مخالفم. خب پس من و پدر مادر چیکارش کنم؟ چجوری بهش آگهی بهش بدم؟ چجوری بهش بفهمونم که خب تو ممکنه مورد تجاوز قرار بگی، شما تومه هستی؟ آیا تکنیکی به خصوصی هست؟ آیا لازم هست اصلا یادش بدم یا نه خودش یاد میگیره، حالا چه دختر باشه چه پسر؟ بسیار خوشحال شدم صدا شما رو در این تلویزیون اجازه دادید که من با تو صحبت کنم و صداتون بشنم. متشکرم. سپاسگزارتون هستم. ببینید عزیز، بگذارید براتون یک دو تا مثال. فرض بفرمایید در شهری مانند لس آنجلس، به دلیلی که ما یه خطر زلزله داریم، مدارس و بخش عمومی، نه پدر و مادرها، به اینجا رسیدن که بچه‌ها رو با این ماجرا آشنا کنن. استدلالشون هم از این نظر روشنه. روزی که شما آگاه باشید، دوچار اون چیزی که بهش میگیم حالت پنیک یا وحشتی که کار غیر عاقلانه می‌کنه نخواهید. یعنی روزی که من آشنا باشم با مسئله آتش سوزی، وقتی یه جای آتش میگیره خودم از یه پنجره طبقه پنجم پرت نمی‌کنم، برای که ای بسا اصلا خطری نداره آتش سوزی، چرا پنیک می‌کنم؟ اینا استدلالشونه که ما اگر آدم‌ها رو آگاه کنیم دوچار اون حراس یا اون وحشت یا پنیک نمیشن. ولی به مطالعات نگاه کنید. روزی که توی مدرسه میان میگن اگر زلزله شد این کار رو بکنید، بیش از نیمی از بچه‌ها شب نمیتونن بخوابن. حالا درسته که اگر یه روز اتفاقی بیفته شما سبب شدید که بچه‌ها دست به کارهای خطرناک نزنن، ولی اگر اتفاق نیفته شما فقط یه چیز رو وارد ذهن بچه کردید، به این دلیل که کودک اشکالش اینه که براش واقعیت با تخیل فرقی نمی. شما روزی که آمدید یه واقعیتی رو برای بچه نشونش دادید یا اتفاق افتاد، برخی از اوقات تخیله راجع به همون موضوع در داور داره. پس بنابراین روزی که من به بچه‌ام میگم بچه دزد وجود داره و تو رو میدزدن، یا مورد تجاوز میتونی قرار بگیری، حالا بهش میرسم، شما در حقیقت مطمئن باشید در وجود بچه ترس، وحشت، غم، احساس درماندگی و بیچارگی رو گذاشتید، حتی خشم. خب این برای پیشگیری از چیه؟
بعد به آمارا نگاه کنید. بنده الان 37 سال در امریکا، 36 سالش در این شهرم، یک دونه بچه ایرانی تا به حال دزدیده نشده، من خبر ازش ندارم. در حالی که در 15 سال قبل 60 تا ایرانی که بسته گلوله کشته شده بودن، یه طرحی بود اداره پلیس داشت، من درگیرش بودم. خب اگر در ظرف 36 سال بنده ای که در وسایل ارتباط جمعی بودم اتفاق نمیفته، من بچه‌ام از چی بترسونم؟ بعدم نگاه کنین به آمارا، از هر 1000 تا بچه‌ای که دزده میشه 983 تاش یا پدر و مادرن یا دایه‌شونه، یعنی ارتباطی دارن به خانواده. اینکه بچه من شما رو بیان بدزدن نیست. پس برای من برای چی بچه‌امو بترسونم؟ بعد من چون تأکید کردم ولی متأسفانه اشکال از من بوده، وظیفه من شما مواظبت و مراقبت از بچه‌مون. حتی دیدی درس کردم بچه کوچیک دارین یه چفتی بالای در بذارید که بیرون نره، که خاطر نصفید هرگز دستش به اونجا نرسه، حتی یه پیچی بذارید که نتونه به راحتی بازش بکنه. وظیفه من شما نیست به پسر و دخترمون بگی مواظب باش تو رو ندزدن. به من بفرمایید بچه 3 ساله یا 6 ساله یا 8 ساله اگه بچه دزد که با برنامه اومده و می‌خواد بدوزه بندازدش تو ماشین و بره، چطور بچه میتونه مقاومت کنه؟ دیدیدم که عرض کردم تنها چیزی که پیشنهاد میکنه جیغ زدن و دویدنه، چون فکر کنم شاید بعضی وقت کار بکنه، اما گفتنش برای بچه خطا. پس شما از این طریق نمیتونید شرایطی رو به وجود بیارید که بچه‌تون رو محافظت کنید. در خصوص مسائل جنسی میخواد چیکار کنی؟ آیا من میتونم به بچه‌ام بگم بشن ببین دایی تو یا عموی تو یا پسر خاله تو ممکنه با تو چه؟ نه، میتونم این حرفو بزنم. یک، همونطور که تو خونه ما هست، اون قسمت بسرا خصوصی شخصی تو، اون چیزی که امریکایی بهش میگن پرایوت توه، نه کسی قراره راجبش حرف بزنه، نه کسی قراره بهش نزدیک بشه، نه کسی قراره دست بزنه، نه تو حق داری این کارو بکنی و تو خودت اینو رعایت کنی. و به مجردی هم که این اتفاق افتاد تو این رو واکنش نشون میدی، مثل که منم نشون میدم، الان بیا نزدیک من میگم نکن. یعنی بچه عادی تلقیش کنه، در این حد آموزش میشه داد. ولی شما فکر کنید که اگر بنده بچه‌مو فرستادم خونه یه کسی که من اونجا نیستم، این که من بهش بگم مواظب باش چی کار میتونه بکنه؟ برای تو همین فیلم هم، من همه فیلم رو ندیدم، یه تیکش نشون میده چقدر راحت میشه بچه رو ترسوند. حتی میگیم به بچه اگر صدا در بیاد بابا و مامان تو سرشون رو میبرن، بچه ساکت میشه، برای که حالا مسئولیت مرگ پدر و مادر رو داره. برابر این شما راهی برای آموزش و آگاهی بچه ندارید. به نظر من به عنوان کسی که کمی مسائل روانی اجتماعی آشناست، که بتونید به بچه‌تون بیاموزید مواظب خودش باش. این که بانوی ارجمند اشاره فرمودن به دختر 13 سالشو میگم، گفتم اگر نمیدونه بله، یا دختری که اصلا نمیترسه و فکر کنه جایی برای نگرانی نیست، اونا رو میشه یه هشداری داد، برای که اون آگاهی در حقیقت فقط متوجهشون میکنه و شاید هم کمک بکنه، ولی برای بچه نه. اینی که من شما بچه‌مو بگیم بچه دزد وجود داره، میان میدزدن میبرن، شما میدونید شما امشب تصمیم بگیرید بچه 4 ساله 7 ساله 3 ساله 9 ساله بگید بچه دزد وجود داره، میان میدزدن میبرن میکشنن، من قول به شما میدم از 100 تا بچه یکیش امشب راحت نمیخوابه. خب بله، همچین چیزی هم که به نظر من از این نظر وجود نداره، ما برای چی بچه‌مون رو بترسونیم؟ به هیچ وجه. من خاطرم هست، بذارید به شما بگم، یه دفعه ما اتومبیل بود، ماشین پلیس، بچه‌های من گفتن ماشین پلیس، بعد بار دوم گفتن یه ماشین پلیس دیگه، من گفتم موضوع چیه؟ بعد فهمیدم اینا تو ماشین یه کسی بودن که اون دوست عزیز پلیس به خاطر اینکه استاپ ساین نایستاده نگرشون داشته و این خانم شروع کرده به لرزیدن و بچه‌های من از اونجا وحشت کرده بودن، که روزی که آدم پلیس آدمو بگیره جای وحشت، برای که اونها وحشت دیده بودن، بچه که نمی‌فهمه چه خبر است. و بنابراین من کاری که کردم از کنار اتومبیل پلیس با سرعت رد شدم، که سرعت هم زیاد بود، اتفاقا گرفتم، بعد گفتم پشت سر ما چراغونی شد، خسارت هم دادم، برای پاسپورت پلیس ترس نداره. حالا شما نگاه کنین این دید رو نگاه کنین، با اینکه پلیس چنین میکنه چنان میکنه فلان بم، ولی بچهای من که بزرگن تو شهر لس آنجلس بهشون چی میگم و وقتی بزرگ شدن گفتم روزی که پلیس سر نگهداشت، دستاتو میذاری روی فرمون، شیشاتو میکشی پایین، حتی ماشینو خاموش میکنی، نیستی، هر چی هم گفت میگی یس سر، هر چی هم گفت قبول میکنی، برای که معلوم نیست اونا اولا حالشون چیه، بعدن دوباره چی هستن. تازه پسر بزرگی که من وکیله، میگم پسرم با وجودی که تو اترنی هستی وکیلم هستی، مبادا بخوای وکالت بازی در بیاری، وکالت جاش دادگاه تو خیابون با افسر پلیس نیست، برای که ماجراها رو در این زمینه ها میدونیم. نتیجه این میخوام بگیرم این است که من آگاهی و آموزش رو میدونم، ولی اگر آموزش و آگاهی وحشت میاره و فایده برش مترتب نیست، برخی از وقت گرفتاری بیماری درست میکنه. چی اونجاست که توازن و بالانس بین اینها موضوع مهمی است که مورد نظر بود. بفرمایید، خواهش میکنم. درسته
شما میگم آقای فروزنده ممنون از برنامه‌تون. اصولاً شما دارید عوض میکنید، یاد گرفتن آهنگ میزنن وسط برنامه. ممنون از برنامه‌تون. من یه سوال داشتم. میدونم که بیماری از جناب دکتر، فکر میکنم از 10 سالگی هر جای زود و قشنگی چیزی میدیدم عاشق میشدم، وای میستادم، گرفتار میشدم. توی فرودگاه هر شهری هر کشوری زبون دیگه بارها برام پیش اومد این چیه، این چه مشکلیه؟ ده هنوزم متاسفانه با من هست. باور کنید 10 ساله که بودم وای میستادم دم مدرسه تا مثلا اون دختر زیاد رد بشه و یه حالت عاشقانه بهش داشتم. مرسی. خب شما اعترافاتی که کردید، من فکر کنم جناب فروزنده و بنده هم باهاتون شاید هیچ عیب و ایرادی هم نداره. عرض کنم اولا شما کنجکاوید، ماجراجویید، زیبا پرستید، زیبا پسندید، دنبال هیجانی و از اونچه که احتمالاً در ذهنتون میگذره لذت ببرید. نه هیچ عیب و ایرادی ندارید. ماجرای عشق یه ذره کارش جدی‌تر از اینه، والا حتی شما نگاه کنید بچهای کوچیک برای جایی که مثلا 20 جور بستنیه، حتی بعد از این مدتی شروع میکنن لب و دهنشون هم اینجوری کردن برای که حتی در اون رو حس و احساس کنن. هیچ عیب و ایرادی نداره. ایشون در اون مرحله هستن. بدون تر در قسم من امیدوارم کودک بمونیم. گرفتاری ما جناب فروزندینی که بزرگ میشید، اگر ما بچه بودیم خیلی حالمون خوب بود، حداقل بچه تو میانسالی که ایشون 10 سالگی اشاره بود، بله بگر ایشون دوست داشتن و خوششون میامد و اینها خیلی فکر خوبیه. من هیچ مشکلی با اون ندارم که انسان بخواد دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه، کنجکاوی داشته باشه، توجه بکنه. اینا هیچ وقت آزاردهنده و اذیت کننده نبود. اصلا آدمی که یه همچین کنجکاوی نداره، من توی کنفرانس کودک درون یکی از سوالاتی که آسیب 1 تا 3 سالگی است اینه که آیا کنجکاو هستید؟ حتی آیا در مرز فضولی هستن که بخواید علیه کسی استفاده کنین؟ اگه خونه کسی که رفتید کوشش کنید دور بر نگاه کنید، در اتاق خوابش بازی نگاهی میکنید ببین ملافه‌هاش چجورن یا رخت خوابش چگونه است، نه اینکه بخواید به پشت سرش حرف بزنید. این نشون دهنده سلامتیه. برامی از کنجکاویتون، خوش اومدنتون هیچ احساس بدی نکنید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود. درود. بفرمایید. شما آقای دکتر هلاکویی هفته قبل گفتش که من روانپزشک نیستم، شما این مسئله خیلی مهم و حساس و از دید جامعه شناسی مطرح نکردید، از دید روانشناسی مطرح کردید. بهتر نبود که از یک دکتر روانپزشک استفاده میکردید؟ سپاسگزارم. من خوشحالم اینو مطرح فرمودید. اولا میدونید که من کمی درس خوندم بدون که یاد بگیرم. به هر حال فوق لیسانس روانشناسی رو دارم، فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسرن، دکترای جامعه شناسی رو دارم. منم عرضم این بود که بحث مربوط بهش یه بحث روانی هست، یه بحث روانپزشکی هست، یه بحث نورولوژی هم هست. هر کسی هم از زاویه دید خودش نگاه میکنه. بنابراین من نظری هم که راجع به عشق دارم یه نظری است که کمی با مسائل روانی اجتماعی شناسم. به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیست، روان درمانگرم، من درگیر مسئله رابطه هستم، ماجرای عشق. مثلا کار من مریج فامیلی تراپیسته، ماجرای عشق است، عاشقی، ازدواج، رابطه است، ارتباطه. این که از طریق من بفرمایید که کاملا نظرتون درسته که اگر میخواید بحث نورولوژی بکنید بهتر است از یه متخصص اعصاب دعوت کنید، اگر بخواید بحث روان پزشکی بکنید از یه متخصص روانشناس. کاملا باهاتون موافق هستم. منم در حریم و صحنه خودم کار میکنم، ولی شما میدونید من در مقدمه کتاب جامعه امروزم آوردم علوم اجتماعی یه علمن، یعنی روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق و فلسفه و اقتصاد و سیاست، اینا ما اینا رو تفکیک کردیم. درست پس که امروز شما پزشکی دارید متخصص قلبه، که متخصص زنانه، که متخصص کودکانه، یه آگاهی کلی وجود داره. به علاوه اون چیزی که اینجا مطرح هست بحث محیط علمی دانشگاهی احتمالا نیست، بحث یه وسیله ارتباط جمعیه که اولا بر اساس اصل آزادی بیان و ماجرای آزادی آموزش و پرورش، دوستی که نه روانشناسی خوندن، نه جامعه شناسی خوندن، نه پزشکن، نه هرچی هست، میتونن، حق دارن، قانونای امریکا اجازه میده که راجع به مسائلی از این قبیل صحبت بکنن. یعنی اونجا جای گفتگو. این که من و به جناب فروزنده بخواید بفرمایید که اگر میخواید بحث عشق رو در چارچوب مغز مطرح کنی یه نورولوژیست رو بیار، یا اگر میخواید بحث پزشکیش رو مطرح کنی یه روان پزشک رو بیار، کاملا حق با شماست. اشکال کار در سلیقه بد و انتخاب بد جناب فروزنده است
و بنابراین از این بابت خوشبختانه حق با شماست، از این بابت هم از تذکرتون بسیار سپاسگزارم. چون این بحث یه جوری دیگه هم مطرح شده، مایلم اینو عرض کنم که از نظر ایالت کالیفرنیا و اویدنس کد قانون ایالت کالیفرنیا، 4 گروه روان درمانگرن، لایسنس سایکوتراپیست، سایکیاتریست، روانپزشک، کلینیکال سایکولوژیست، لایسنس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ یا لایسنس مریج فامیلی تراپیست و بالاخره لایسنس سوشال ورکر. قانون به من اجازه میده که بحث روانی بکنم، تجزیه و تحلیل روانشناسی داشته باشم، نه روانشناس باشم. من اجازه میده که بحث راجع به عشق بکنم. قانون اجازه میده تو مطبم، تو دفترم بشیدم، پول بگیرم، این حرفا رو بزنم. در اون حدش هست. برای اینکه شما بفرمایید اگر یه بحث چشمه بهتر متخصص چشم باشه تا یه پزشک باشه، کاملا حق با شماست و بنابراین مطمئن هستم که جناب فروزنده‌ام دوستان دیگری رو در این حد و سطح که بسیار آگاه و دانا هستم میدونم، هر کسی هم به اندازه خودش حرفی در این زمینه میزنه، ولی خوشحالم از تذکری که دادید و فرصتی بود که من دلم خواست در این باره گفتگویی داشته باشم. ممنونتونم.